سلام ماه مبارک، سلام ماه خدا، سلام ماه پذیرایی خدا از ما، سلام شهر طهورای ساکنان زمین، سلام چشمه تنزی عالم بالا. ببین به سوی تو قرآن به دست آمده ام. سلام شهر تلاوت، سلام شهر دعا، به دعوت تو در این میهمانی آمده ام، وگرنه خاک کجا و زلالی دریا. سلام و منده نشنین قامای گل، امید که جان شمجور و سهرمند و سلامت باشه و ماه مبارک رمضان بره تمام شیم مبارک. سلام از دل، امیدوار هستم که تمام تان در هر جایی که هستین جور و سعادتمند باشین و فرارسیدن ماه رمضان به تک تک تان تبریک و تهنیه درس میکنم و امیدوار هستم که یک ماه پر از برکت به پیش رو داشته باشین. خب من به نوبه خود سلام تقدیم بیننده های عزیز میکنم و امیدوار هستم که سعادتمند و سلامت باشن و فرارسیدن ماه رمضان به تک تک مسلمانان جهان به خصوص بیننده های عزیز تبریک میگم و امیدوار هستم که یک ماه پر از برکت پیش رو داشته باشه. خب دوست عزیز، برنامه از ممکنه برنامه رمضانیه دیگه، مده برنامه رمضانی خوب ما شعر و نتهای رمضانی داریم که انشالله بخانش میگیریم و شعرهای از ممکنه من رویا میخوانم و مهناز را اگه تانیست که مهناز هم میخوانه بلدشیم دیگه، حتما بینینده باشین تا آخر که اینه مهناز چقم دکلمنه. آیا میتونه دیگه. خب مورین سر دکلمه رویا سیز. رمضان ماه خدا ماه سیام، رمضان ماه قعود است و قیام، رمضان جلوه ای از نور خدا، به دعای سحر و نور کلام. رمضان ماه امید است به خدا، چه حدیثی چه دعایی چه پیام. رمضان ماه طلب ماه نیاز، به ضیافت که چه شیرین شده کلام. چه صفاتی چه حلاوت چه بهار، به سر سفره افطار و به شام. به خدا روزه همه عشق خداست، چه آتش هم چه نیاز و چه نیام. روزه پالایش روح است و روان، به جهان روزه دهد این پیغام. خیلی نیایش خوبی بود، خیلی نیایش عالی رمضانی، همچنان با صدای آرام، با صدای دلنواز استوری که خیلی عالی شد. رمضان ماه مهمانی خدا دیگه، در این ماه کسته همه که در یک سطح هسته، امی پول دارا ثروتمندا از حال غریبا خبر میشن دیگه، در این ماه کسایی که پول داره در غریبا کمکنن دیگه، از دل از نامه، از حال روز غریبا میه که چه حال روز را میگذرنه دیگه. خیلی ماه مبارک است، خیلی ماه مقدس. خب رویا جان، از نظر تو روزه چه رقم یک ماه است؟ به نظر من از نظر بعضی مردم هم میست که فقط نان نخورن، از صبح تا شام خود گوشنه نگاه کنن، بعد از او افطار کنن، به نظر تو چه رقم یک ماه است؟ رمضان اما قسم که گفتیم ماه نزول قرآن است و مقدس ترین ماه است و در این ماه تنها اونان خوردن نه، این ماه که است آدم باید مهربان باشه، باید متوجه هر رفتار خود باشه، یعنی باید خلاصه که ماه خیلی پربرکت است و آدم باید از فقیرها احوال بگیره، یعنی بهشان کمک کنه و خب خودت گفتی که در ماه مبارک رمضان باید کمک کنیم، فقط ماه مبارک رمضان یا بقیه ماه ها هم از حال فقیرها خبر شاید برشان کمک کنیم؟ نه، خب هدف این نیست که فقط تو در یک ماه مهربان باشی و یک ماه تو کمک کنی، نه، آدم باید همیشه مهربان باشه و فقیرها و ثروتمندا که هست، ثروتمندا شاید یک ماه گشنه باشن این ماه رمضان که روزه میگیرن، ولی فقیرها 12 ماه گشنه هستن و یعنی حال روز زندگیشون است، همیشه آره، مرقم است. آره همیشه. باز ثروتمندا که یک ماهی که روزه میگیرن چقدر اعصاب خراب و چقدر جنگ، متوجه شدین در ماه مبارک رمضان چقدر جنگ میشن؟ بخصوص دکاندارا، موتروانا دیگه زیادتر جنگ هستن، جنگ میکنن چون که خب
گوش نمیشه، حوصله نداره، حوصله نداره. همزه خاطر کسی جنگ و جدال با اینچان زیادت کرد. دیگه کمی بعضی هاشان خب همه گینه، فقط بعضی هاشان حوصله هیچ چیز رو باز نداره. سوال بپرسی سعی جواب هم نمیتن. آره خب دیگر ای ما کسی به این معنا که اینه همه گی باید درک کنه، درک کنه دیگه فقرا را، درک کنه مهربان بودن به این معنا که دیگرا را کمک کنی و دروغ نگی، صادق باشی، یعنی با تمام وجود با تمام وجود باید آدم روزه بگیره، با چشم و دان جسم همه باید آدم روزه بگیره. دیگه این یک ماه برای کسایی است که دیگرا را درک کنه، فقرا را درک کنه. خب مثلا امی یک ماه را که است دیگر را باید درک کنی که همیشه باید کمک کنی دیگر. در ماه مبارک رمضان کسا کسایی که روزه میگیرین لطفا کم با حوصله باشین، درک کنین فقیرها را، درک کنین دیگر، مهربان باشین. حوصله خیلی مهمه، باید حوصله کنه. در این روزه مطمئنم که بیشتری حوصله نداره چون گشنه هستند، روزه میگرند دیگه، میده خالیه، به حوصله میشه، ولی آدم کوشش کنه که صبر حوصله داشته باشه. خب معصومه جان، خودت کدام شعر در وسط گفتگوی ما یک شعر اگر داری؟ شعر؟ یک گونه شعر است. یا رب به حریم رمضان آمده ایم، گوی ز زمین به آسمان آمده ایم، بر سفره ماه مهربانی و سخا از روی یقین دوان دوان آمده ایم. شد موسم پرکشیدن و وقت دعا، با دست تهی اشک روان آمده ایم. یا رب تو رحیم و جمله ما غرق گناه، با قلب حزین بهر امان آمده ایم. یا رب تو کریم و جمع ما بهر نیاز، با ذکر جلا وقت اذان آمده ایم. ما را شب قدر است و تمنای وصال، یا رب نظری از دل و جان آمده ایم. واو عالی بود، تشکر. یعنی یک نیایش زیبا. تشکر 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 از اردشیم. خب معصومه ایره طبعا خبر داریم کل ما که وقت خورد بودیم، خیلی خوش داشتیم که بیدار شدیم امروی کلانا مثلا امون نصف شب غذا بخوریم که خیلی بر ما جالب بود سحری. به نظر تو چه رقم اینه دخورده که چه رقم یک چیز بود؟ خب دخورده که از ما دیگر که بارم شد او زمان ها ما البته در روزه نرسیده بودم، خب خورد بودم، خیلی خورد بودم. دیگر که بارم شد سحری میخوردن دیگر ما از زیر کپال ها میتو سعیم کنیم، کاش ناقی ناقی شور میخوردم، کاش که ما را یک نفر بگه که بیا تو هم بخار کردیم. دیگر خوردن این نیست بشه خیلی مزه داشت او زمان ها، او زمان ها که بارم شد این نیست بشه نان میخوردی کزا تمازن داره جالب هم بود. خیلی خوب بود. یکان دفعه کوی میکرد بالش بیا تو هم بخار چهره تو شور میخوری نقی نقی، یکان دفعه هیچ کوی نمیکرد اون مرقه مرمان ده دیل خواب میکردی دیگه. باز یکان دفعه دیگر هم که بال میشدم نسب شاو کزا در سحری که نان میخوردم، باز صبح تا چاشت رو روزه میگرفتم باز میخوردم که ما روزه گرفتم. روزه گرفتن و تا شاق داشت و تا خیلی خوش داشتی که روزه بگیری دیگه. فقط اما تا چهار چی میگرفتم باز ازش نمیشت دیگه، چون مکتب ما رفتم ریزم بودم باز نمیشت که بگرم. خب طبعا این طفولیت کلگی میتی یک چیز بوده که مثلا دا روزه ریزی بود که همیشه هم راشان یک جای باشه. خب من مقصد جدم و خورم خوردن شما زمی دادن ما که اول که افطار میکنن خورما میخوردن دیده دیده خورما رو خلاص میکنه از بلی قاب اینگار که تو رزه داشتی. باز چی قصه پرشتی ها اما ما سحری رو بار میشتیم بخورده اما افطاری رو نه که دزنا یک جای سیوه کنان میخوردیم باز بایشون میخوردیم اضافه اضافه آفرین. خب مهناز تو چطور؟ از من اینی چیز بود مگم یک چیز یادم است که امیم امروی ما بودک وقت سهری بیدار میشدن من دیگه زیادی شواز سر شد دک ورق نوشته میکنم که من بیدار کن زیر سرش میمانم صبح که بیدار میشدم میدیدم که هیچ بیدار نکده یا یکان شب بیدار میکد شبه که بیدار میکد خیلی خوش بودم بدم ایک سیو بدم روی خدا بیارم یا پولیشن در نماز استاد شد دیگه خوردکی بود تیر شد. خب بیننده عزیزی بود از برنامه رمضانی ما و امید که در این ماه مبارک رمضان خداوند از گناه های ما بگذره و ماه رمضان ماه برکت است و همچنان بیاین که در حق همدیگه خدا کنیم و وقتی که افطار کردین از دعایتان ما رو فراموش نکنین و ما هم همیشه
دعا به همگی تان هستیم. دعا میکنیم به شما. ماه پر برکت است. امید که خیر و برکت چه ده همگی از ما انشالله برسه. و برنامه از ما رو در پایان است. دیگه لایک و کامنت از زیاد چیم نره. و همچنان دوستایی که تازه برنامه از ما رسیدن، تازه با چینل از ما دن، حتما سابسکرایب کن. بسیار زیاد تشکر که ما را حمایت نین. ما به حمایت بیشتر شما عزیزان نیاز داریم. و شما را به خدای پاک نسپاریم. خدا نگهدار.